به نام خدا. سلام، رامبد جوان هستم در شبکه نسیم اینجا خندوانه. حالتون چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. حال خندوانه تو خونه چطوره؟ عالی. چقدر شما قشنگین. وفا پنجشنبه‌تون بخیر باشه، جمعه‌تون بخیر باشه. خیلی قشنگ همه چی. سر حال این؟ بله. به به. خیلی قشنگه. بچه‌ها، رفقای من، عزیزان من. ما خندوانه‌ها یه سری کار باید انجام بدیم و یه سری کار انجام ندیم. خب، اجازه میدیم بشینم؟ بله. متشکرم. خب، ما باید حتماً ما خندوانه کیا خندوانه این؟ کیا واقعا خودشون خندوانه ای میدونن؟ میتونین ندونین؟ میتونین نه؟ آره، آفرین. اونا که واقعا خودشون خندوانه ای میدونن دستشون قشنگ بالا. متشکرم، متشکرم، متشکرم. خب، خندوانه ای ها یه سری تعریف دارن. یک، همیشه باید لبخند بزنن. لبخند بزنید و باید خودشون رو شاد نگه دارن. اصلا کاری به این که چقدر مشکلات وجود داره نداریم. ما در وسط کلی مشکل خودمون رو شاد نگه میداریم. بعدیش، باعث شادی دیگران میشیم، نه باعث دلخوری و ناراحتی و غم دیگران. اگر مشکل داریم، اگه حالمون بده، نمیایم بگیم وای حالم بده. این کارو نمیکنیم. خب، بعد کتاب میخونیم. ما خندوانه ها کتاب میخونیم، مطالعه میکنیم. بعدش ما خندوانه ها محیط زیستمون رو دوست داریم. از طبیعت بگیرید تا جایی که الان واستادیم توش، خونمون و خیابونمون، توی ماشینمون، هر همه جایی که توش هستیم رو دوست داریم و نسبت بهشون احساس مسئولیت میکنیم. ما خندوانه ها هر چی که توی محیطمون هست رو بهش احترام میذاریم. از همه آدم ها بگیرید تا همه موجودات، حیوانات و گیاه‌ها و همه چی. ما خندوانه‌ای‌ها آشغال و زباله‌مون رو، اصلا این اصطلاح رو باید حذف کنیم. منم اگه گفتم به هم تذکر بدید. نمیگیم بنداز دور. دور وجود نداره. ما دلمون میخواد که هیچ چیز کثیفی رو تو محیطمون پرت نکنیم، پراکنده نکنیم. ما خندوانه‌ای‌ها اگر زباله رو زمین دیدیم ور میداریم، میذاریم جیبمون یا میندازیم تو سطل آشغال. قطعا هر روز هر کدوم یه دونه آشغال، یک زباله، یک چیز اضافه که رو زمین افتاده رو ور میداریم میندازیم سطل آشغال. ما خندوانه ها همیشه سعی میکنیم تمیز باشیم. ما خندوانه ها همیشه سعی میکنیم خوشبو باشیم. ما خندوانه ها سعی میکنیم اصولا آدمای خیلی باحالی باشیم. پس به افتخار اصلا اینجوری میگم، پس شادی برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به همه خندوانه‌های باحال که برای خودشون و دیگران احترام زیادی قائلن. به افتخارشون دست میزنیم. میخواییم 25 ثانیه بخندیم. آماده این؟ بله. ما معتقدیم روزی که هیچ خنده‌ای توش نباشه روز بدی گذشته، و ما معتقدیم اگر که شما با ما این تمرین رو نکنید ظلم کردید به خودتون. پس با ما تمرین کنیم. آماده؟ یک، نفس بکش، بکش، خالی کن، نفس بکش، خالی کن، نفس بکش بالا، نگردن. یک، دو، حالا. یه نفس، یه نفس، شلیک کن.
میخواییم سرود بخونیم، دست راست بالا و میگیم هه هه، یک دو سه چهار واسه ها اگه برن باید بمونه خنده، همه یه گریه هاتون به تار موی بنده، خنده به گریه میکنه زبون درازی، زندگی تموم نشه با من بیا به بازی، لفتش نده کشش نده بپر رو گوش خنده، هرسم نده بولم نده بپر تو حوز خنده، هه 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 همه جا ویروسیه پر ویروس خنده، ویروسی که چشماشو به گریه ها میبنده، اینجا به گریه میکنن زبون درازی، تو اگه ویروسی نشی شاید به بازی، لفتش نده کشش نده بپر رو گوش خنده، ارسم نده بولم نده بپر تو حوز خنده، هه 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 ما خیلی باحالیم. خیلی. اینه. اینه. خب بهروز بقایی و اصولاً سفرهایی که بهروز بقایی داره میکنه خیلی دیدنی و باحاله. آماده بشین. بریم ببینیم که برای ما چیکار دارن میکنن، خیلی هم جذابه. بریم بیایم ببینیم. با من و همکارانم همراه باشید برای سفر به سرزمین زیبا و شگفت‌انگیز گیلان در برنامه خندواده. از رو خنده نبندید، بخندید بخندید، میدونم بهتر از همه بلدید، منتظر بودیم مدت ها یه مدید، منتظر خنده وان سری جدید، حالا دیگه شروع شده از دست ندید، حالا دیگه شروع شده از دست ندید. مثبت ها رو ببین دورت میرسه به منفی زورت، مثبت ها رو بگی دورت میچخه دورت دورت، مثبت ها رو ببین دورت میرسه به منفی زورت، مثبت ها رو بگی دورت میچخه دورت دورت. منتظر بودیم مدت های مدید، منتظر خنده وان سری جدید، حالا دیگه شروع شده از دست ندید، حالا دیگه شروع شده از دست ندید. موسیقی کمدین. موسیقی
سوراخ و گوزش که ورداشته شده، این سوراخ های چند که عروسکی دارده. آره آره همون شو که میخواه. اه رسیدیم. چطور هم با جن خوری؟ شکرم جناب خان، حالا چطوره؟ قربان فداد، فداد خود تو تماشاگرها. قربان رامبو جنبه بخشی موی کن لب بالام سر شده. چرا چه بله سرت اومده؟ بلا چرا بسه؟ نه این دماغم یک کم گوز داشت، یه دکتر آشنو داشتیم اون رفتون دادم عمل کن راینوپلاستیش کردیم. راینوپلاستی میدونی چیه؟ نه. یعنی عمل جراحی زیبایی دماغ. آره آره. ای بابا آره. جناب خان چرا دست زدی به دماغت؟ نه بابا این نه تنفسم هم خوب نبود، شبه خارپوف میگم پولیپ داشتم. گفت اینه دیگه یه بارگی، ما چون تمام دوستام مویرگی تو نظام پزشکی هم، یعنی آشنا دارم سه سو نوبت بهترین دکتر ایران عملم که الان خوش شده؟ خوش شده الان؟ والا من خیلی تشخیص نمیدم، همش باند و پانسمان و اینا. نه باند و پانسمان؟ آره دیگه باند و پانسمان دیگه، این چیزی که بستی رو دماغت اسمش چیه؟ پانسمان. خب چیه مگه شما میگین چی؟ پانسمان. شما مگه چی میگین؟ ما میگیم پانسمان، شما میگین پانسمان؟ ما میگیم پانسمان. همون ما های نگیم رامبو جان، جان. تو یعنی نگاه کن دلم داره مثل سیر سرکه میجوشه، ببینم کلیتش چیده. قربونت میای این باندهای وا کنی؟ آخه مگه نباید دکتر واکنه؟ نه دیگه علا گیته یه دقیقه این چزه یک کنگه واکنه یه چی در اومده. آره 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 جان تو. وای جناب خان چرا دست زدی به دماغت؟ آره نگهنش خیلی بهتر شده. خیلی مبارکه دیگه. نه مبارک مبارک نارگیله، مبارک نارگیله. وای جناب خان نارگیله زیاهه، وای زیاهه، وای جناب خان. خب 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 دیگه دیگه این دست زدن ها شپک زدن ها بس، این کار پزشکی بیا شروع کن. آره من واقعا باز کنم اینو. آره آروم آروم، این چون سوراخاش سربالان خیلی حساس امروش، اینه آروم باز کن. خیلی خوبی دقیق تکون نخواه باشه تکون نخواه باشه. یاشا یاشا نگاه کن این چسته اهل کن ندیش او چسته کن اینه در یا آره خاش یه چیز قیچی چیز نه 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 اینه آخ 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 آره آره سب کن سب کن سب. آره آره اینه کن این چه شده؟ آره آره آخ 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 یاش یاش سب کن سب کن سب کن یاش یاش چشم 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 این چسبید به دست این عرو شهر دار. آره 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 وای خو خو وای چه لحظه هیجان انگیزی جناب خان. خو خو وای وای رامبو رامبو جان رامبو جان رامبو جان کوکو عروسکی در اومده؟ خیلی جالب شد، خیلی فرقی نکرد. سوراخاش سربالا هست؟ آره به نظرم خیلی جالب شده. جان تو آینه بگی قشنگ ببینمش. تمام رخ بگیر، اول تمام رخ بگیر. خب تمام رخ نگاه کن اینوریش که او گوزه. آره نیم رخشو بگی ببینم. نیم رخش یک تکونه اک چکو چیکار میکنی؟ خب نیم رخشو ببینم و تو میام تمام رخ نمیشه دو تا آینه لازم. آره 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 میشه نیمروخش تو برام تحلیل کنی؟ نیمروخش خیلی خوشگل و به قول خودتون عروسکی و اینا شده. خیلی قشنگه. رامبو جان کوکا میشه این چسب با روش بزنی؟ چون رو نوکش مو حساسم. این نوکش گفته اگه زیاد ور بری میاد پایین. آره آره. نوک دماغتون. آره آره این چسبه دو تا روش بزن یکی زیر. دو تا رو یکی زیر چسبای بزن. آره آره. دو تا رو یکی زیر بافتنی. آره آره. ببخشید بیا. بیا اینو آره اینو برو. فقط یواش یواش جان تو یواش. چش 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 چش. آره آره یواش جان تو یواش بزنی. آره آره اینو یاروش آره. آها. سب کن. سب کن. باش این کرویه از زیرش بزن که نکش نگه داره. آره دو تون بزن روی قوزاش. یه لحظه اجازه بده. بیا 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 بالا. نه این زیرش بسته، یکی ارو بزن. چش. روی دونه دیدی اینا میزنن؟ بله بله بله. ما آره میخوام تمام اصولش رعایت کنم. یه وقت دیدی تا یه مدت هم اینو نگر میدارن مدت ها که آره. همه متوجهشن این. آره.
جراحی شده این دماغ؟ ورم داره، حالا خیلی بهتر. الان چطور شد؟ آره خوبه، خوب. رامبو جان میگم صدا آره آره اینه میخواد، کاملا عروسکی داره. رامبو جان، ما دکتر گفت فقط احتمال داره صداد عوض شده و صدای ما عوض شده؟ نه. میشه یه امتحانی بکنم؟ بفرمایید. پس وی آبادان گلستان، گلستان آبادان، آبادان گلستان، گلستان آبادان، همه فصلش گرمایه بستان آبادان، همه فصلش گرمایه بستان آبادان، به ناز و محمد آباد، جمشید آباد، فیروز آباد، به ناز و محمد آباد، جمشید آباد، فیروز آباد، به ناز و صد و کاوه، به ناز و محمد آباد، آبادان گلستان، گلستان آبادان، همه فصلش گرمایه بستان آبادان. چطور بود؟ صدام خوب بود؟ بچه یه بار از بچه ها بپرس همه جوابتو بدن. میگم اگه عالی بود همه تون بگین وی وی هله هله. پایه ایتوچی های هنو تو خودم دارم بخواد. میگم رامبو جان جانم یه دقیقه میشه او چپتو نگاه کنی؟ چیکار کنم؟ چپتو میشه نگاه کنی؟ چپمو نگاه کنی؟ آره اخ اخ. میشه به راست نگاه کنی؟ وخ 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 وخ. میشه دقیقه بالای نگاه کنی؟ ای وای ای وای. میگم رامبو جان جانم تو میری تو کوچه اینا مثلا بهت نمیخندن؟ چرا؟ نمیگن سی دماغش؟ نمیگن چی؟ سی دماغش؟ نه برای چی باید همچی حرفی من بزنم؟ خب منطقی اگه یه حرف بزنم. جان تو نگاه کن، این دکتره این دوستمه. خب مویرگیمو باش رفیقم، یه دقیقه زنگ میزنیم نه؟ میری عمل مثلا لازم ندارم دماغم عمل کنم. الو الو الو. نه آقا ای الو الو نکن. سلام سلام دکتر، خوبی؟ فداد. آره آره این پسره از اینجا با مکا فرشته آره آره فرشته سچ آره آره. نگاه کن اینه میفرست اون مطب، میخوام این عروسکی براش در بیاری. آره آقا من دماغمو نمیخوام عمل کنم. آره این همون که بره مده. آره 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 فداد قربانت، شب خوب بخوبی، خوب عمیق بریز، ستاره بچینی، فداد بوس بوس خدافظ. آره 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 آره. رامبو جان کوکا نگاه کن، همین جمعه آینده بعد ظهر این برای نوبت گرفت. نمیخوام یه ساعت عمل شبم نمیخواه بخوابی. آره آره جناب خان من دماغم عمل نمی کنم. رامبو کوکا من راضیم از خودم. رامبو نگاه کن، تو میدونی این دماغ چقدر تو زندگی مؤثره؟ نه. میدونی همین دماغ داره شرایط ازدواج من احلام فراهم میکنه؟ اینه میدونی؟ اینه میدونی و میگی نه؟ خیلی خوب، حالا چرا قد صدات اونجوری میکنی؟ صدات نور بالا، میام برا تا چی؟ صداتو برای مفکره حالا دماغم عمل کردم، نمیتونم یه اپیت کارت بیام برات؟ نه چرا بابا، خیلی خوب، عذرخواهی میکنم. باشه نگاه کن، ما رفته بودم خواستگاری دیروز دوباره. خب حس کردم یه نشانه های از علاقه تو چشای احلام هست. گفتم بودم این دماغه عمل کنم دیگه، با استایل خاص خودم برم سر سفره عقد. آره آره فکر کنم دیگه ردیف. الو 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 الو. آره بابا احلامه، بابا احلام. جان آقا احلام جان قربان فدای شما. آره بوس بوس قربان. آره اشنالک. آره چی شو برای تاریخ عقد زنگ زدی؟ آره اتفاقا لطفاً بی احلام بگین این جناب خان دماغش عروسکی عمل کرده آماده. جان احلام میگه چی؟ میگه که او دماغ سابقه مو یعنی میپسندیده؟ یعنی مثلا این دماغ اگه سوراخش بالا باشه این یعنی مثلا گفت نه؟ سینی چای کوبی تو دیوار گفت نه؟ باشه آقا احلام باشه فعلا قربانت فداد قربان ستای بچینی بوس بوس خدا ای وای میگم رامبو جان کوکا
دختر خوب تو فامیل سراغ نداری؟ مثلا از دماغ عروسکی خوشش بیاد؟ جناب خان خراب کردی. یعنی الان دیگه الان یعنی دیگه چیز چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ و چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ یالا به سر سودای آغوش تو دارم. یالا چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. ولا چرا رفتی؟ هل من بیقرارم؟ خیالت گرچه عمری یار معبود، بگو پس چرا احلام پر معبود؟ چرا احلام جواب معنی دادی؟ چرا به من نگفتی یعیده ویلی حل ویده؟ الو الو قربانت فداد جان. وای بابا جناب خان از دست تو. حالا یه بارم که عروس خانوم داشت قبول میکرد ببین چیکار کردی. خیلی خوب ایشالا خیره درستش میکنیم. بریم لندن. بریم لندن. ابوالفضل اونجا برای ما گزارش های خندوانه ای گرفته با آدم های مختلف از جاهای مختلف. بریم ببینیم چه خبر. بریم بیاییم. خندوانه 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 مگه نمیگن هر چهره ای با لبخند زیباتره؟ خب چرا همیشه لبخند نزنیم؟ سلام خندوانه یای عزیز، با یکی دیگه از برنامه های خندوانه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. خندوانه 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 خنده؟ Khande? Khande. Vane. Vane. Very good, come on. That was really good. Well done. Okay. Kuriye? Gol Qermez. Kuriye? Gol Qermez. Kuriye? I can't say that. Kuriye Gol... Sorry. Kuriye Gol Qermez. Kuriye? Kuriye? Gol Qermez. Gol Qermez. Chayi dağe, dayi çağe. Chayi dağe... Sorry. Chayi... Chayi... I can't remember it. چای داغه؟ چای داغه؟ چای داغه دایی چاقه. چای داغه. چاقه. دایی چاقه دایی چاقه. هنگ اونو. چای داغه دایی چاقه. دایی چاقه دایی چاقه. چای داغه دایی. دایی چاقه؟ دایی چاقه. چای داغه. چای داغه. Very good. Very good. دوست دارم با دوست تو که دوست داره با دوست من دوست بشه دوست بشم. نه یه دوست. دوست دارم با دوست تو که دوست داره با دوست من دوست بشه دوست بشم. دوست بدار دست دوست بدار دوست بدار دوست بدار دوست بشم. دوست بشم. Okay, one more time. I can do this. دوست دارم با دوست تو که دوست داره با دوست من دوست بشه دوست بشم. دوست من دوست. This is cruel. Dude, but I okay. One more time, I will. Okay. دوست دارم. Yeah. Shall we sing it together? Okay. Go with me. Okay. دوست دارم با دوست تو که دوست داره با دوست من دوست بشه دوست بشه. Very good. Round of applause, guys. Very good. Evil laugh. One more time, louder. What really evil? I'd like to go like completely like. What my evil? Yeah, as evil as it gets. That's quite. We need a bit more energy, louder. Very good.
خندوانه. خب دوستان من، حالا نوبت دوست جناب خان. جان چی؟ چرا همچین شد؟ چرا دوباره دماغت بستی اونجوری؟ نه اخی، بابا اهلان گفت که او دماغه راضی نبودن، رفتم پیش این دکتره گفتم همون قبلیه برام در بود، بزرگش کردم. آره مگه میشه هم چیزی؟ اگه آشنا داشته باشی تو نظام پزشکی مویرگی میشه، اگه نداشته باشی که ایچی خلاص. الان خوب شده؟ از او حالت عروسکی در اومد؟ والا سوراخاش برگشت سر جاش؟ تشخیص نمیدم، اینقدر پانسمان کرده که نمیبینم. پانسمان؟ آره عزیزم، پانسمان. خب بگو پانسمان راحت، چرا میگی پانسمان؟ خب منم همینه میگم پانسمان. شما مگه چجوری میگی؟ دستت ایجوی نکو، میام براتا. ای بابا چه بد اخلاق و خشن شدی. ما عمل کن، زیر عمل بودم، بد اخلاق شدم. میفهمم شرایطت سخت بوده. پرد کورتیکوتروفین الان تو خونم. آه کورتیکوتروفین. آره بچه میدونین کورتیکوتروفین چیه؟ آفرین، همه هم میدونن. خودم بخواهم گفتیم و کورتیکوتروفین هورمونی، برای اونه که نمیدونن، هورمونیه که زمانی که ما از دیدن یک چیز لذت میبریم و بعد میگیم به به چه چه، که شما گفتی بیشتر چه چه میگیم. ما چه چهشو کار کردم. و ابراز میکنیم لذت بردنمونو، تو مغزمون ترشح میشه و هورمونیه که برای بالا بردن انرژی بدن و مغز در برابر مواجه شدن با استرس و عصبیت. دست زدن هم اینو تولید میکنه. و علاوه وای سیاه نارگیل اینو به منظور ترشح کورتیکوتروفین الان زدم. الان کف دست چجوریه؟ کورتیکوتروفینی. ای بابا از دست تو. خب جناب خان اجازه میدی بگم مهمونمون بیاد، رفیقمون بیاد تو؟ سه دو یک بگو. آماده موسیقی کمدین. سلام آقای جوان کوش. سلام چقدر شما چقدر قشنگتر شدی، چقدر بامزه شدی، چقدر خوب شدی ماشین رو پیزه کردی. من خیلی ناراحت شدم اینو بهم گفتی. چرا اینقدر شدی سروش؟ الان 7 سالته. سروش الان 7 سالشه. داری با من شوخی میکنی؟ نه خیلی جدی دارم میگم. برای اینکه من جوانتر نشده؟ امروز یا با مزه تر نشده؟ نه شیرین‌تر نشده؟ آفرین. من پشت سلام جناب خان. سلام آی شمدونی. آخی آی صدافی. من یه وجه غم انگیزی دارم تو حرفای تو میبینم. چرا چیه؟ برای اینکه من امروز صبح رفتم موهامو کوتاه کردم و از صبح تقریبا 11 نفر به من گفتن چقدر زشت‌تر شدی. مهم این نیست که زشت‌تر. نه این شوخیه. نه ولی به من واقعا اینو گفتن. سروش شوخی، امکان نداره کسی اینو بگه. واقعا به من گفتن ده. چقدر زشت‌تر شدی. اصلا من امکان نداره. از صبح اعتماد به نفسمو کاملا از دست دادم. نخور تو این دماغ ما، عمل کرده با. دماغش عمل کرده. آره. یه دست اجازه است بزنم. آروم ها فقط آروم باشه. آروم نکنی کارو. خب الان بیام برات. پاشو معذرت میخوایم من سروشو میبرم. ولی یه بار دیگه نه نکنی کارو. اصابش گروه میشه. یه بار دیگه میاد براتا. یه بار دیگه میاد براتا. چه کاریه؟ میاد براتا نکن. این چه بازی پیچیده تو با ما شروع کردی؟ بازی پیچیده.
من عذرخواهی میکنم جناب. منم عذرخواهی. سرو شوخ‌تره. نه تا به حال نگرفته بودم. دماغ عمل کرده رو. آره میفهمم. جان تو آی سعد، اگر احلام به مسر ای جریان ندن. یعنی میام برات. راست میگه. الان زندگی و خواستگاریش بند این دماغه. مطمئن باشین که به شما احلامو میدن. عرضم به حضورتون که میگن هر کسی باید بر اساس تواناییاش یه کاری انجام بده. خب من چون بری از بامزگیم فقط رو بیمزگی حساب باز کردم. اینه که میخوام دوباره درباره بیمزگی شروع کنیم، ولی بعد به جاهای بامزه تر برسیم. بفهمیم منم باید چیکار کنم؟ الان باید بخندی. باش، من میخوام یه جوکی تعریف کنم، یه لطیفه. اصلا قبل از که بگم یه ذره بخندی. جناب خان تو خیلی نخند، ممکنه دماغت آره آسیب. این لب بالام سر شده، اصلا درست نیست که هم بخندم. آره میفهمم. علیکی مونو نخندونیم. باشه. جوکی که نگفتم اینقدر میخندین، وقتی بگم ببین چی میشه. آره. آماده این؟ بله. آماده این؟ بله. جناب خان آماده این؟ بزن به این کوکا. خیلی آماده باشینا. شما آماده این؟ شما خیلی الان روده بر میشینا. یه بار یه مرده بود دگیا هنوزم هست. به یه مرده بود هنوزم هست. جناب خان جان من حدود 7 ماه پیش شما رو دیدمتون. خب. یه جوکی برای من تعریف کردین. آره. یه لطیفه که آره. بی نظیر بود. آره اونو الان بگو. آره آره این که اصلا میمیری. میمیری. بگو. ببخشید من کم هول میشم. خواهد جوکی گو الان نگاه کن. یه با یه بچه ای خب میاد پیش مادرش میگه مامان تو مدرسه من مسخره میکنم، به میگن کل مربعی. و مامانش میگه اشکال نداره پسرم، اشکی اینطوری بهت گفته اشکال نداره. آره چطور بود؟ عالی بود. حالا من این یه واقعیته که تو مدرسه من اذیت میکردن، مثل تو که الان منو اذیت کردی. یه آقایی تو رو اذیت کرده؟ گفتی خیلی با نمک شدی. سوز واقعا از ته قلبم گفتم. این چه صدایی بود؟ عرضم به حضورتون که یه من مدرسه میرفتم، دبستان میرفتم، که یه آقایی که هم کلاس من بود و خارج از ایران زندگی میکرد، از خارج از ایران اومد ایران. انگلیسیش هم خیلی خوب بود. من اون موقع انگلیسیم اصلا خوب نبود، الان هم اصلا خوب نیست. ادامه آره. بعد اگه میشه من نخندونین، موی زخمام باز میشه. خلاصه این هر دفعه یه جر و بحثی پیش میمد، یه چیزی میشد، شروع میکرد انگلیسی من یک سایی گفتنم تون. من هم ناراحت می‌شدم، هم غصه می‌خوردم، نمی‌تونم جوابش بدم، هم نمی‌فهمیدم چی داره بهم میگه، هم هیچ جوری نمی‌تونستم برم و شکایت کنم، چون اصلا شاید داشت حرفای خوبی می‌زد. اومدم به مادرم گفتم که یکی تو مدرسه اینجوری به من میگه انگلیسی. گفت خب تو هم انگلیسی جوابش بده. آره. گفتم من بلد نیستم. گفت که من الان دو تا چیز به یاد میدم، هر وقت با هم جر و بحثتون شد این دوتا رو به عنوان بد و بیرا بهش بگو. متوجه این جناب خان؟ بد و بیرا بهش بگو. آره. گفت که هر وقت جر و بحثتون شد بهش بگو که باد کلاد بورد کامیونکیشن بورد جون؟ چی شد؟ بگو باد کلاد بورد کامیونکیشن بورد باد کلاد بورد کامیونکیشن بورد. آفرین. آره و بعد این
رفت دفتر شکایت کرد، گفت که این به من بد و بیرا میگه. ناظمم من خواست و گفت که چی میگی؟ گفتم میگم که باد کلاه تو برد، کامیون کیشن برد. کیشن برد. آره. جالب توجه کنین، من الان خواستم بامزه باشم ولی بامزه نبودم. ولی من واقعی که نمیخوام بامزه باشم، همه میخندن الان بخندن. چرا دنیا اینجوریه؟ چه روش های عجیبی داری سیروش؟ بیانی تو راته بودی و او در واقع گوته بودی باد کلات برد، کامیون یعنی انگلیسی نبوده ای در واقع. نه آفرین، یعنی باد کلاه تو برد. بذارم برم یه دم. نه نه جان تو هیچی هیچی یه کوچولو. نه 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 یا برام. نه نه یا برام. آره نه نه یا براش یه کوچولو. نکن اذیت میشه. نه ببین زندگیش بنده این دماغ. پس حداقل یه بوس بکنم دماغ. اگه واقعا بوسه واقعا بوسه آروم ها نگاه کن. سروش نکنی ها. نه یه بوسه عذیتش نه. یه بوسه آروم فداد مقدمشو میام قربان. اول دست بدم. آره فداد ستار بچی بوس بود. چقدر قشنگ بود. ببینم چقدرم قشنگ شده. چقدر این بوسه. نکنی سروش. نه نه با کاری ندارم. کاری ندارم. نه 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 خیلی خوب شده. قربان فدا. من نمیدونم من دماغ درست ردیفه؟ از ایشون بپرسیم. دماغم دماغ سروش چطوره؟ دماغ شما از نظرم عالیه ولی دماغ رامبود به نظرم تا دو سه دقیقه دیگه نیاز به عمل داره. تا دو سه دقیقه دیگه. آره آره. اورژانسی دماغ. آره آره. من با جناب خان موافقم. راست میگی؟ آره. به دماغ من بده؟ آقا دماغ من چش دماغم دیگه. حالا چقدر بند کردیم به دماغ. الان دماغ من بده؟ آره. نه واقعا اونایی که معتقدم من با دماغ عمل کنم دستشون بالا. جان جناب خان دستا بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. خب نه 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 تموم نشده. تموم نشده هنوز. اونایی که میگن عمل نکنی آره دستشونو بیارن بالا. اونایی که میگن دماغم عمل نکنم، همینی که هست خوبه. جان شما نبرین بالا. اکثریت نگاه کن نگاه کن. همیشه ما در اقلیت بودیم. چون برنامه رو اجرا میکنی. نه 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 اصلا ماجرا اینه که من وقتی که با دماغم حالم خوبه، با خودم حالم خوبه و خودم رو دوست دارم. یعنی با دماغم حالم خوبه. بعضیا با دماغشون حالشون خوب نیست. رامبو جان من الان با دماغم حالم چطوره؟ حالم با دماغ چطوره؟ اصلا من یادم باشه بپرسم. حالم با دماغ چطوره؟ حالم با گوشه چطوره؟ باور کن من حالم چون با خودم خوبه هیچ مشکلی فرض نمی کنم. ببین من همین قدیم. نه پس این قدی. نه. معلوم همین قدیم. نه. یعنی هیچ ناراحت نیستم قدم این قدیه. دستام قدیه ناراحت نیستم. اه. چشم این رنگیه ناراحت نیستم. دماغم نه نه آره ولی دماغم قیافم این شکلی. ولی دماغ رو یه ذره فکر کن. نه بابا نه رامبود. نه نه رامبود. من عمل نمی کنم. رامبود تو بله. تو ناراحت نیستی حالت خوبه ولی مدلم برای تو خونه. دلت چیه؟ مو جیگرم برای تو خونه. های بابا به خاطر دماغم؟ نه فقط دماغت اسمت. اسمت منه بد رامبود. حالت با اسمت هم خوبه؟ آره. حالت با چی بده؟ حالم با همه چیم خوبه. نه اصولا حالت با چی بده؟ من؟ اوه الان شبیه گفتگوها. آقا اولا هندونه منو بهم بده. هندونه سروش. خارج از شوخی منم حالم با دماغم خوبه. آره بابا. آره. اصلا به نظرم این دستکاری هایی که ما با صورتمون رو اینا میکنیم. یه سن جالب بگم این چون دوستمه و ازش اجازه مادام العمر گرفتم اسمشو میارم. آها. مهران رجبی هم حالش با دماغش خوبه. آره ببین. آره چرا چرا نه خب همینه. ولی یه اشکال داره. من احساس میکنم که یه بخشی از حق ما رو ضایع میکنه. میزان نفسی که میزان اکسیژنی که میگیره من فکر میکنم میتونست هوا برای ما با هوا بیشتر باشه. باهاش نباید توی خونه زندگی کرد. اصلا نمیشه باشه. اصلا ممکنه خفه شی بمیره. جناب خان جان
همه چیز سر جاشه؟ مو دماغم که سر جاشه. جناب خان حالت با دماغت خوبه؟ مو حالم خیلی با آرنجم خوبه، نمیدونم. جان چرا میخندی؟ الو 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 قربانه. آره آره کی؟ آره آره فدور قربانه، شب بخیر، ستار بچینی، بوسکوت، خدافظ. نمیدونم کی بود، شمارش نیفتاده. ای بابا الکی فقط به شب بخیر گفتم. آره. با غریبه ها اینجوری حرف میزنی؟ نمیدونم نمیدونم، گفتم ادب رعایت کرده باشو. اعصابم خورد کردی سر این قضیه. ولی خوب میگه. خیلی خوب. خیلی خوب میگه. آره عالی. فوق العاده است. تو باعث میشی همه ما جنبه شوخیمون بالا بره جناب خان. جنبه؟ باور. آره جنبه. گزارش شمال رو کامل ترش رو ببینین، خیلی هم بهمون خوش میگذره. بریم بیاییم. دوباره سلام بهباز، ما دوباره با شما آییم. گفتیم که بازم از ایران برسون مناظر دیگه خواهیم داشت و امیدوار که از برنامه قبل با خوشت اومده باشه و این برنامه هم برسون به خوشی برنامه قبل باشه. و حالا داریم میریم به جای دیگری برای دیدن کسان دیگر، کسانی زحمتکش، کسانی دوست داشتنی و کسانی امیدوار. خیلی متشکرم. با احترام، با اجازتون. یوف 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 دم 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 دم. مثل راه رفتن روی بند میمونه یا روی یک ریل. دم 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 دم. جایی که باید میرسیدیم داریم یواش یواش میرسیم. خب خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالترم میشم برای که با کسانی آشنا میشم، آشنا بودم آشناتر. حالا ببینید گل آفرمه شد. سلام. ما ببخشید با وسط این کار سخت و جام فرسا بزرگم شد. ببخشید روی قربان شما. این دستی کنم از کلاری خیابون جمع کردم بخوام برای شما. وقتی میدم زیر به کربو بردنه ولی کار سنگین و شاقی میکنید شما. و خدا به تو قوت بده. میدونم برنج مردم از اینجا تمیم میشه دیگه. دست شما در نکنید. مطمئن شدی با از چی برنامه اومدیم؟ مثل شدیدم که متوجه شدید نه؟ زنده بانه. آه زنده بانه. خیلی خوشحال شد. جوان. آه زنده بانه. خدا به تو قوت بده، دست رو در نکن. ببخشید دیگه با مزاحم شدیم. خیلی ممنون. پای آدم شیر در بیاد. از اینجا فهم بفرد. قربان نه دیگه بیام شما زحمت کشید. اینقدر بله. من خودم بچه گیران هم بود. باید چون برو نگاه کن. بله. دارم کشاورزی هم. بله خواهی که البته. باید افتخار ماش کن. باید افتخار ماش کشاورز کن. باید بگی سال دیگه خانم با کمان به این اینشالله اگه به توی قابل باشیم. سلام آقا. خدا بابا. خواهر شما خوبی؟ قربان شما. خواهر شما. خواهر شما. اینو چیم؟ ای وقت گوزه سر. آقا زمان نکشی. خیلی آقا خیلی اسم زحمت جدی ببینم خدا خیلی متکرم خیلی که ممنون میگم زیرا تو قربان شو خیلی ممنون از بابا شما قربان قربان خیلی ممنون دست دادن بهار جان ای جا بوکوی خوی حتی آقا خیلی ممنون قربان شما وای چه گله قشنگه، چه گلی آقا اشکال هم میشه؟ باشه نه این چند تا میشه؟ یه
خیلی ممنون. این میبرم برای پیرندگار بود. آقا خیلی ممنون. خدا حسن. قربان شما. قربان شما. خیلی لطف کردی. خیلی ممنون از محبت شما. قربان شما. خدا حسن. خب خیلی عجیبه. تفاوت سایقه شد. ببخشید من این فکر کنم. یا تفاوت نگاهه. یا حالا هرچی هست. این کارگران من خیلی اصرار داشت که اینجا جون بده برای یه چیزی گفتن. اما من فکر کنم که هیچ لزومی نداره. داره؟ فکر میکنم. اگه داشته باشم خودش میدونه. با خدا رو خودش. با اجازت. مسابقه داخل استودیو شماره 5 مهسا قشقایی. 8 تا سوال ازتون میپرسم، جوابشو برعکس باید بدین. از 8 تا 6 تاشو بگید برنده میشید. آماده این؟ فقط تون دیگه. خیلی آره دیگه. خیلی سری مکس بکنید رد شدم، یعنی اون میشه جواب نداده شده. داور جناب خان. داور جناب خان. باشه. پس اگه جواب نداده شده بود یعنی باخته ها؟ بله. آینه مهذب تصویر را بزرگتر نشان میدهد؟ بله. مریضی بده؟ خیر. بدی خوبه؟ راه رفتن همون ایستادنه؟ بله. ایستادن با راه رفتن فرق میکنه؟ بله. سه تا. یک دو سه. شماره 33 بیتی دژابون. پیشگویی کردن همون خبر دادن از آینده است؟ خیر. مردن همیشه بعد از زنده بودن پیش میاد؟ خیر. زندگی کردن آخرش مردنه؟ خیر. زنده بودن در واقع همون زندگی کردنه؟ بله. روستا جای خوشاب و هواتری از شهره؟ خیر. شهر بزرگتر از روستاست؟ خیر. مورچه خورد اسم یه شهره؟ بله. اوا یه دونه غلط درست گفتی. رامبو جان، رامبو جان. جان. کوکا میشه یه بار این مسابقه الان ما با شما اجرا کنم؟ یعنی شما بگی من جواب بدم؟ آره. بریم. آره. آیا از اسمت راضی هستی؟ خیر. آیا از دماغت راضی هستی؟ خیر. آیا با گوشات حالت خوبه؟ خیر. دیدی بیا این همه ما میگم بفرما. من باید برم ببوسم. آره بالا من اگه هم شما ببوسی هم شما میشه بوس بوس. بیا بیا یه بوس ستار بچینی. بیست و پنج. آماده این؟ خیر. عالی بود. مریضی بده؟ خیر. بدی خوبه؟ بله. راه رفتن همون ایستادنه؟ بله. ایستادن با راه رفتن فرق میکنه؟ نه خیر. مورچه خورد اسم یه شهره؟ خیر. شهر بزرگتر از روستاست؟ بله. روستا جای خوش آب و هواتری از شهره؟ خیر. آب و هوا جز ضروریات زنده بودنه؟ خیر. زنده بودن در واقع همون زندگی کردنه؟ بله. زندگی کردن آخرش مردنه؟ خیر. مردن همیشه بعد از زنده بودن پیش میاد؟ خیلی آفره! وای سیاه نرگیل اقابه وای سیاه وای دماغه قرام بوده سروشه صحته همه تو نرگیل در اومدین ها دیدی؟ خب
مسابقه من یه برنده داره. برندرم جناب خان و بقیه باید رای بدن بشه. 91 شیره، 72 شیره، 83 شیره، 61 شیره، 58 شیره. اول یه خاطره واقعی تعریف میکنم، بعد بر اساس همون مسابقه‌مون رو انجام میدیم. خاطره واقعی اینه که من یه دفعه پدرم به یکی از دوستاش که رفته بوده شهرستان، میگه رفته بوده شهرستان اونجا هوا چطور بود؟ دوست به در من میگه رفتم اونجا، اونجا باد میزان باد نشون داده. آن که چه بادی میومده، که چه بادی میمده. آره. من الان میخوام دوستان به هر کدومشون یه کلمه میگم، توی یه جمله اون کلمه رو نشون بدن. شما سنگین، شما باید جمله بسازی، یا مثلا یه وزن یا سنگ دیگه. توضیح ندادی بهش، یاد ندادی ندادم. آره آره. باش، شما با مزه، با مزه، شما ترش، شما نازک، نازک، شما هم خوشگل، خوشگل. آره. بفرمایید هر کسی. جناب خان داور دقت کن. بله بله، من دقت دارم الان. پارسال رفته بودیم کوه با پدرم، می‌خواستیم آتیش درست کنیم، بعد دنبال سنگ بودیم که دور این آتیش بچینیم. چقدر بابا داستان یه جمله جمله. بعد من رفتم پشت کوه، یه سنگ سنگین آوردم واسه پدرم که کنار آتیش بذاره. رفته بودم مغازه یه لواشک خیلی ترش بود، منم نخریدمش. رفته دادم خونه، یه دونه همکارم یه بچه داشت اینقدر با مزه، اینقدر با مزه بود شدید. آقای رضازاده رو تو خیابون دیدم، همچنین خیلی نازوک بود. پارسا رفته بودیم لب دریا، منظرش خیلی خوشگل بود. پارسا رفته بودی لب دریا، بعد اینطوری خوشگل بود؟ ما میرم لب دریا یه حال و هوای میشم. وای هله هله مالی، هله هله مالی، هله هله مالی، وای هله هله مالی. اومدم تو یه بندر، وای ندارم آشنایی. هله هله مالی، وای هله هله مالی. دریا دریا آدم دیونه میکنه، بعد تو ایتوری میگی خوشگل بود؟ راست. الان بیام برات؟ نه بابا، نه نه باش باش. خب پس شما به عنوان داور رأی تو دادی، حتی داری میای برات. آره آره. خب هر کسی موافق اجراش بود دستشو بیاره بالا. ای داد و بیداد، حتی یک نفر بچه کسی که با مهدی علیزاده موافق بودن. مهدی تشریف 29 تا. کسانی که با اجرای ایشون موافقن؟ ما موافقم. 1 2 3 4 5 پشت تماس 36. کسانی که با اجرای امیررضا موافقن؟ 20 21 22 23 24 تا. رای بدین. 2 3 1 32 33 34 35 36 37 38. رفتن هدایا رو بیارید. رامبوت کوکو تو تو این سوپرمارکتیا مویرگی آشنا نداری؟ من از اونجایی که آذریم ممکنه این اتفاق برام بیفته. چون ما کمپوت آلو اورا میخوام برای این زخمام. آره گفتم اگه آشنا داری برم پیش آشنای تو بخرم. میسپرم. باشه چشم، برات پیدا میکنم. خب خیلی مبارک باشه. بفرمایید تشویقشون کنید. خیلی مبارکه، خیلی مبارک. خیلی مبارک. من هر بار میام پیش تو، هر بار میام نمیدونم چرا شارژ موبایلم تموم میشه و پشت صحنه میزنم به شارژ و هیچ وقت موبایل همراهم نیست که این ستاره 724 مربع امتحان کنم و ببینم چیه. وشم نگو. آی
دوستانی که برنده شدن صاحب یک عدد کارت 250,000 تومانی هدیه شدن که سنگین بود که ستر 724 مربع هدیه داده بهشون. هر شب اینو دارم اعلام میکنم که ستر 724 مربع از عید مبعث تا عید نیمه شعبان هر دفعه هر روز به کسایی که میرن توی سامانه ستر 724 مربع یک عملیاتی انجام میدن، شارژ برای سیم کارت اعتباری میخرن برای خودشون یا برای دیگه. تو میدونی که میتونی برای اگه خودت سیم کارت دائمی داری برای کسی که اعتباری داره میتونی بخری. تو مثلا برای پسرت اگه سیم کارت اعتباری داره میتونی شارژ بخری بهش بدی. واقعا آره. من یه دفعه بالاخره میام اینجا و امتحان. آره. رامبو جان مو برای بابای احلام میتونم شارژ بخرم؟ بله، هر روز کسی اگر در سامانه ستاره 724 مربع کاری انجام بده هر روز 724,000 تومان جایزه میگیره. هر شب ما داریم اعلام میکنیم به صورت زیرنویس و در عید نیمه شعبان هم به هر نفر 24 نفر یه میلیون تومان هدیه میده. من یه چیزی درباره بگم. درباره کی؟ درباره شما. بگو ببینم باید بیام برات یا نیام برات. اگر که انشالله به سلامتی این وصلت سر گرفت همینجا توی خندوانه جشن عروسیشون برپا بشه. با کمال میل. نظرتون چیه؟ یعنی اصلا الان خانوادهش اینجا ازدواج کنی؟ آره. یعنی اصلا تمام دایی ها عمو خاله ها بیان اینجا؟ همه. بله. الو آره ببین نگاه کن سالونه جور شد. آره سالونه جوره. فقط شام آره چلو کباب میریم با قلی ماهی. آره فدار قربانت ستاره بچینی شب بخه بوس بوس خدا این مسئول مراسممون بود. بله باش صحبت کردم. آره بسیار خوب جناب خان میخوام ازت خدافظی کنم. من چی؟ منم برم از شما خدافظی میکنم. پس فدات فدات همون قربونه ستاره بچینی. من جناب خان با هم میریم. آره بریم جناب خان قربونه بریم این سوپرمارکتی ما کمپوت آلو اورا رو بگیرم. خدافظ. آره خدافظ. خدافظ خدافظ خب بریم بیاییم یالا بریم دیدنه فرمه دستی بریم خب این نقاشی رو که واخا کن ما جزره هرمز چی میکرده مکشیدن عکس این زن رو کدیبی مکشیدن. این هم شیشه که خب میکنیم برای فروش. نه خاک زرده این خاک کنم مال امی خود جزیره هرمزه. خود دیدن میگن 70-80 رنگ همگیری هست. کارم همی نقاشی و صدفای دریایی که درست میکنن عروسک و اینا که روی میز دیگه. حالا نمیدونم این شه 4-5 ساله. خب من که نقاشی کشیدم درباره زندگی خودم کشیدم. اول عکس پدر مادرم کشیدم. این هم که عکس خودمه و یکی هم خودمه. عکس خودم کشیدم. این هم اول لوله کشی نبیده. آب چاه بوده، آب باران بوده. موقعی که باران میامد یا چاه آب بود میرفتی سر چاه آب میآوردی. آب باران هم میرفته از برکه از روی کوه که آب جمع شد می آوردیم. من همون جور که توی ذهنم بوده عکس خودم کشیدم به دیوار. این هم کارامو که ماهی خوش می کردیم برای کوت درخت خوش می کردیم برای خوراک مرغ درست می کنن که ماهی خوش می کنیم می برن. شما میگی دار کوی ما میگیم کنتت راش که موقع پرده بزرگ درست می کردم همین نقاشی می کشیدم روش می فروختم که زدم به دیوار. اصلا تو هرمز نیست کسی که دیگه بغض و کینه ندارن. همینجوری شادن چه کار کنن. حسود نیستن. هر یکی هم خیلی هم دیگه
اذیتت کنه. الان این سختی که من کشیدم هیچ کس مثل من این سختی گمو نکنه کشه، ولی همه با هم خوبی رفت آمد داریم، چه کار کنیم؟ همینجور که شهرش کوچکه همه یک جای هن، همه هم با هم فامیل هن، همه با هم همدل هن، خوب هن، حسید نیستن. هر سختی خوبی ها، هیچ وقت کسی نگید که سختی اونو خوبی نی، ای هست خوبی. هر چه سختی تحمل بکنی، هر کاری بکنی، بالاخره یه روز خدا کمک تکنه که راحت بشی. کار خدا، هر کار بکن خدا خیلی بادن کمک کن. اگر مردم بخیله خدا بخیل نیم کن. ایران من همیشه پرچمش بالا میمونه، دلش خورسه چون میدونه پشتش هم گرد میمونه. وای سادیم پشتش همه با هم، همه با هم میسازیم این راه را با هم، همه با هم اینو بلند بگیم دوره هم، آماده ایم که اینو بلند بگیم دوره هم. رسیدیم به پایان هفته و تندیس طلایی بهترین لبخند هفته از نگاه شما عزیزم.
های دیگه‌ای به ما ملحق شدند و شب‌های باحال، جذاب، با حرفای قشنگ و چیزای خوب بینمون رد و بدل شد و شب قشنگی ساخته شد. ما پایان هر هفته می‌خوایم ببینیم این لبخندها در دل شما چه تأثیری گذاشته، در ذهن شما و در روح شما چه تأثیری گذاشته. این لبخندها کلی معنی دارن، این لبخندها برای ما معنی دارن. ما خندوانه ها آدم ها رو از لبخنداشون تشخیص میدیم و به نظر ما ساده ترین راه ابراز علاقه و اعلام دوست داشتن لبخند زدنه. با هم ببینیم مهمون های این هفتمون کیا بودن و چه کار کردن و چه جوری لبخند زدن. ببینیم. آمدی؟ پنج سنگی لبخند بسن مجید، آمدی؟ ایش مانیم برات از هزن، برو یک، دو، سه، پنج، چهار، سه، دو، یک. نه پیش بخواهی چون بودم آقا بگیم اصلا خیلی نرخ بگیرم از پاهی از پنگی برا دیگه پنج چهار سه دو یه آماده ای؟ پنج سنی برای پیش کنی یه دو سه پنج چهار سه دو تو خیلی شیرینی خیلی لبخند تو بس امکان تو بکن پنج سنی برای شد یه دو سه پنج چهار سه دو یک آماده این پنج سنی لبخند رو این دور بین تو آماده میشونی پنج سنی رو برای شد یه دو سه پنج چهار سه اوکی از رفتون بدیم به من یه ذره بهتون نمیشون بدیم آه یه ذره بشه باتون بمانم بله نه آماده این؟ آماده؟ پنج سنه میشونیم براشون یک دو سه پنج چهار سه دو یک دکتر بعد از اینکه تموم میشه تازه انرژی شروع میشه دیدی تا پنج شماریم اینجوری بود تموم که شد اینجوری خب و تندیس طلایی بهترین لبخند هفته از نگاه شما عزیزان تعلق میگیرد به کی؟ به کی؟ تعلق میگیرد به جناب آقای مجید صالحی مبارکتون باشه شما یک هدیه هم از 3124 مربع دریافت میکنید که به اتفاق تندیس طلایی ما بهتون تقدیم میشه مبارکتون باشه یه توضیح هم بدم شما اگر مهمانتون رو دوست دارید حمایتش بکنید لبخندشو که این لبخند بتونه امتیاز بگیره و شما هم خوشحال و شاد و خندون بشین که قهرمانتون رو خودتون انتخاب کردید پس میخواییم دیگه خداحافظی کنیم آماده؟ بریم برای خداحافظی آیشا حسینی
بند. خب خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنونم از شما، دمتون گرم و سالم و نعنایی. و همینطور از شما هم ممنونم که اگر در شب جمعه دارین ما رو تماشا میکنید، امیدوارم کیف کرده باشید. و اگر در خود جمعه، یعنی هفت صبح یا حتی دوی بامداد جمعه، هفت صبح، یازده صبح و پنج بعد از صبح، براتون آرزو میکنم که همیشه سالم و شاد و خندون باشین در کنار خانوادتون و پرروزی. دوستتون داریم، خداحافظتون باشه، شاد باشین.